هر بحرانی نیاز به واکاوی اطلاعاتی دارد تا حقیقت آن کشف گردد. نخبه های اطلاعاتی ضمن بررسی ریشه ها و عوامل ایجاد کننده برای کنترل و حل و فصل آن برنامه ریزی می کنند. هیچ تفاوتی هم نمی کند که این بحران اجتماعی باشد یا سیاسی و یا اقتصادی. همه بحران ها الزاماً واقعی و یا حقیقی نیستند و می توانند مصنوعی و یا ساختگی هم باشند. کودتا، ترور، خیزش های گروهی، اعتراضات قشری و از این قبیل می تواند توسط یک فرد یا یک جریان و به صورت تصنعی به وجود آید تا اهدافی را پوشش دهد. یکی از وظایف سرویس های اطلاعاتی کشورهای سلطه‌گر ایجاد بحران‌های مصنوعی در کشورهای مستقل است تا از این طریق آنها را تحت فشار قرار دهد. ایجاد یک بحران دهساز و سپس رسانه‌ای کردن آن برای تاثیرگذاری مضاعف می‌تواند سرنوشت ملتی را دستخوش حوادثی قرار دهد که شاید هیچگاه منشأ و مسبب آن را متوجه نشوند و هرگز در تاریخ هم ثبت نگردد. یکی از بحران‌های ساختگی معاصر که با حجم سنگینی بین‌المللی شد، مربوط به هسته‌ای شدن ایران و ایجاد خطر با شعار دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتم می‌باشد. بحرانی سازمان یافته برای پیشبرد استراتژی ایران هراسی که از 2 دهه پیش کلید خورد و هنوز هم انتهایی برای آن قابل تصور نیست. Remember this all started when we found them enriching uranium in an undeclared fashion. And it happened because somebody told on them. There was an Iranian group that brought forth the information. What did happen was that Iraq invaded Iran in 1981, and the first reaction on the part of the United States was to make sure that we did everything possible to weaken Iran, so that for sure Iraq wasn't defeated by Iran. And that there would, very least, there would be a balance of power in the Middle East. As part of that, the United States put pressure on Germany and France to stop helping Iran's nuclear program, its peaceful nuclear program based on a single nuclear reactor at Bushehr. با سقوط صدام حسین در عراق، منافقین پدر معنوی خود را از دست دادند و در دنیای سلطه‌گران به دنبال بدیلی برای صدام بودند تا آنها را از ورطه سقوط نجات دهد. سرانجام رژیم صهیونیستی به عنوان ناجی وارد شد تا آنها را از لیست تروریستی خارج کند. البته اسرائیل برای منافقین شرط و شروطهایی هم گذاشت که می توانست برای تاریخ این گروهک تروریستی هزینه بالایی در بر داشته باشد. اما آنها در مرز بود و نبود قرار گرفته و باید برای ماندن به هر قیمتی با تضاد ایران و مردم ایران همسو شوند. The question is, did that information, was it sourced by the MKO itself, or was the MKO used as a vehicle to provide this information to the public? There's reason to believe that in the case of the Natanz information, that this information was actually a product of a third agency, an outside party, Israel, which developed this intelligence, and then Israel used the MKO as the vehicle to spread this information because of the MKO's past record of having intelligence information relevant to the Islamic Republic. گروهک دیگری که به جمع‌آوری اطلاعات اتمی و فروش آن به اربابان اسرائیلی خود اقدام نمود، گروهک جدایی طلب دموکرات است. دموکرات به واسطه رابطه خیشامندی یکی از رهبرانش با سمکو که از کارکنان سایت آب سنگین عراق بود، وی را به جاسوسی ترغیب و از این طریق اطلاعات محرمانه‌ای را جمع‌آوری کرد. حدود یه ماه و نیم بود سربازیم تموم شد و اینا، رفته بودم مهاباد. تو مهاباد من به پسر خالم گفتم که یه نفری که اگر میشناسی با حزب دموکرات در ارتباط باشه و اینجور مسائل اینا به من معرفی کن، من دوست دارم باهاش آشنا بشم. شخصی رو به من معرفی کرد به اسم کاوه. من تو خیابون باش قدم زدم، بعد اون دوتایی با هم دیگه رفتیم کافی شاپ و نشستیم و صحبت کردیم اینجور مسائل اینا. یواش یواش گفتم چجوری مثلا شناختت نسبت به حزب دموکرات اینجور مسائل اینا. حالا یه جورای بالاخره پسر خاله من منو معرفی کردی و اینجور مسائل، گفت که من با حزب دموکرات در ارتباطم. حالا
من بهش گفتم که یه سری از اطلاعات، نمیدونست من کجا کار میکنم، اونو گفتم یه سری از اطلاعات دارم در مورد انرژی هستی اینجور مسائل این است، دوست دارم بهت بدم ببری منتقل کنی به حزب دموکرات و به شخصی به اسم چکو. اما حتی سمکوی فریب خورده نیست در مدت زمانی که به انتقال اطلاعات به اربابانش اقدام میکرد بارها به رابطانش اعلام نمود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است. کلاً مسئله بین بمب با مسائل راکتور هسته‌ای کاملا فرق میکنه. من خب همین الان هم میدونم که اگر ما راکتورمون هم راه بیفته درست کردن بمب یه چیز ساده‌ای نیست، یک تکنولوژی بسیار بسیار پیچیده‌ای. مطالعاتم زیاد در موردش نداشتم، نمیدونم دقیقاً چجوری اینا، ولی قاعدتاً بسیار تکنولوژی، یعنی من خودم هم میدونم که اگر راکتور هم راه بیفته ما نمیتونیم بمب درست کنیم، چون تکنولوژی بسیار پیچیده ای داره و جایی هم تو سازمان ندیدم که به موازات این کار بیان همچین کارهای تحقیقاتی انجام بدن، یعنی بیان کارهای انجام بدن که الان مثلا یه اورانیوم ما غنی شده داریم یا یه پلوتونیوم داریم چجوری مهارش کنیم. If Iran's leaders do not seize this opportunity then... خطری برای بشریت، این شعار دستمایی اصلی کشورهای متخاصم با ایران برای افزایش فشار بر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور است. When you write about the policy of the United States toward Iran's nuclear program, you very quickly realize that the narrative that has been told and retold over and over again over the last decade in particular just isn't true. And that what the United States and Israel and their allies in Europe were doing with this false narrative about the Iranian nuclear program was preparing the ground for punishing Iran somehow. It was always used as a tool in order to somehow punish Iran, if not to actually overthrow the regime. با همین شعار خرابکاری ها توجیه می شود، ترور دانشمندان هسته‌ای که از مفاخر علمی کشور هستند برنامه ریزی می شود و عاملان این عملیات های تروریستی مغزشویی می گردند. خیلی طول کشید، یعنی یه سیر خیلی بلند مدتی بود که من طی کردم، از فیلترهای خیلی زیادی رد شدم، آزمایش های خیلی زیادی روی من انجام دادن، آزمایش این که سختی میکشم برمیگردم مستمر ارتباطم، دروغ میگم یا راست میگم، دستگاه دروغ سنج به من وصل کردن، خیلی چیزا بود که از فردای اون روز که ارتباطم رو کات نکردم و تماس گرفتم تا لحظه ای که با من دیدار حضوری داشتن تو تمام این مدت یه چیز اولوش یک سال طول کشید، یعنی یک سال منو فقط آزمایش کردن، هیچ دیداری نبود، من فقط با یه شخص ایرانی صحبت میکردم پشت میکروفون که فقط صداشو میشنیدم توی دیدارهایی که میرفتم میمدم. آزمایش های خیلی زیادی، البته توی این چیزها یه سری آموزش های خیلی جزئی هم میدادن، بعد اونو امتحان میگرفتن واسه ببینم مثلا درصد بازدهی من نسبت به این آموزش ها چجوریه. همونطور که گفتم فیلترهای خیلی زیادی رو رد کردم تا رسیدم. یه دیدای خیلی منفی هم نسبت به ایران داشتم، یعنی طبق تبلیغاتی که میکردن همونطور که میدونید یه دید خیلی منفی نسبت به ایران که شاید با از این طریق بتونم مثلا یه ضربه‌ای به ایران بزنم، یه کار بزرگی بکنم به دلایل خیلی زیادی. تهاجم به علم و عقل از طریق جهل و خشونت آغاز شد، بحرانی که برای کلید خوردنش نیازمند عامل سومی بود که سابقه خیانت به ایران را داشته باشد. Now they're making that claim despite all the effort by the international community, by the United States. در این میان افتخار لو دادن سایت‌های اتمی ایران به فرقه رجوی داده شد و مستقیماً نخبه‌های علمی کشور هدف قرار گرفتند. What we are worried about that is that Iranian regime tries to deceive Western countries by a smile and very kind gestures and try to continue the using the time again and again as he did before coming Mr. Rouhani. And as I mentioned in my
speech, Rouhani really is the man of this kind of tactics. وقتی که طرف مقابل ببینه که دیگه راهی براش نیست، دست به ترور بهترین فرزندان ما میزنه، نخبگان ما میزنه. خب این بحث ترور، وزارت اطلاعات هم در این بخش تونسته به خوبی ایفای نقش بکنه. خب کار مشکلیه، شما میبینید ترور کردن که خیلی کار پیچیده‌ای نیست. شما هر چقدر هم محافظت بکنید، با یه دوربین از دور میتونه مثلا هر کاری که بخواد انجام بده. ولی علی رغم این، وزارت اطلاعات همراه با مجموعه سایر دستگاه‌های مسئول توانستند تا حدود زیادی این تهدید رو از شدتش بکاهند. البته بازم هیچ وقت صفر نمیتونه بشه. ما البته به دنبال فناوری صلح آمیز هستیم، ولی این فناوری به خودی خود یک عامل بازدارنده است، یک عامل افتخار آفرینه، و اونها تمام تلاششون اینه که اینو از ما بگیرن. حالا وقتی که تلاش میکنن اینو از ما بگیرن، خب تلاشاشون به صور گوناگون جلوه‌گر میشه، و اینجاست که عناصر امنیتی دخالت توشون به قول معروف معنا پیدا میکنه. چون که اگر ما از نظر امنیتی غافل باشیم، هوشیار نباشیم، اونها به اهدافشون به راحتی خواهند رسید. و لذا مجموعه دستگاه‌های امنیتی کشور، به خصوص وزارت اطلاعات و معاونت حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی، هوشیارانه و به صورت بیدار باش تونستن که جلوی نفوذ بیگانگان رو در خرابکاری و دستکاری در عرصه فناوری هسته‌ای رو بگیرن. یکی دیگر از حربه‌های اسرائیل در مقابله با دستیابی ایران به دانش هسته‌ای معطوف به خرابکاری صنعتی در حوزه انرژی هسته‌ای است. شرکت‌های طرف قرارداد توسط موساد شناسایی شده و سپس تجهیزات خریداری شده در فرصت‌هایی آلوده می‌شوند. تجهیزی که اینجا مشاهده می‌فرمایید الکتروموتور مربوط به یک پمپ خلا است. پمپ‌های خلا یکی از تجهیزات بسیار پرکاربرد در صنایع هسته‌ای به ویژه در واحدهای غنی‌سازی ما هستند. توجیه استفاده از این دستگاه هم ایجاد خلا ما برای رسیدن به خلا فرایندی جهت چرخشه ایدئال ماشین‌های سانتریفیوژ است. سناریوی خرابکاری که توی این الکتروموتورها اتفاق افتاده این هستش که عامل خرابکار و سرویس اطلاعاتی حریف با هدایتی که در فرایند خرید این پمپ ها داشته و این الکتروموتورها داشته، اقدام به جاسازی مدارات الکترونیکی خاصی کرده که در ادامه باعث ایجاد اخلال و عملکرد معکوس این الکتروموتور میشده. زمانی که پمپ شما، الکتروموتور شما و پمپ شما در حالت عادی در حال تولید خلأ و ایجاد خلأ برای سیکل فرآیندی شما هست، با ارسال سیگنال هایی از راه دور گیرنده مدار الکترونیکی فعال شده و جهت حرکت شفت الکتروموتور شما عکس میشه. در چنین شرایطی نه تنها الکتروموتور و پمپ شما برای شما خلأ ایجاد نمیکنه، بلکه به عکس باعث بالا رفتن فشار، تغییرات یک باره فشار و در نهایت شکست خلأ و کرش جمعی ماشین ها خواهد شد. تلاش سرویس های اطلاعاتی غربی برای جلوگیری از پیشرفت علمی ایران به روش های مختلفی صورت میگیرد. این تاکتیک ها از تحریم و فشارهای یک جانبه گرفته تا خرابکاری و ترور دانشمندان هسته ایران متفاوت است. نفوذ سرویس های اطلاعاتی متخاصم به بحث هسته ای باعث ورود وزارت اطلاعات ایران به این حوزه با هدف حفاظت و صیانت از دستاوردهای این دانش بنیادین برای کشور شده است. بنده از سال 1388 که بار اول اومدم سازمان انرژی اتمی، خب دیگه خودم شاهد نزدیک بر فعالیت‌های وزارت اطلاعات در ارتباط با سازمان انرژی اتمی بودم. به خصوص سال 1388 مصادف شد با
جدیت و یه حرکت شتابدار از طرف غرب نسبت به خرابکاری‌های صنعتی و اختلال امنیتی در مجموعه دستگاه سازمان انرژی اتمی. خب اگر خاطر عزیزان هست، استاکسنت رو شنیدید و مثل بدافزاری به نام استاکسنت، وزارت اطلاعات از اون زمان، از سال 1388، از قبلش هم بوده، فعال بوده، هوشیار بوده، ولی از اون زمان که دامنه این حرکت ها گسترش یافت و شتاب یافت، همکاری ما با وزارت اطلاعات هم متناسب با اون گسترش یافت و وزارت اطلاعات به خوبی با کمک معاونت حفاظت امنیت سازمان انرژی اتمی و مجموعه دستاندرکاران در سازمان انرژی اتمی، به خصوص مهندسین و دانشمندان هسته‌ای کشور، توانستن جلوی تمامی این خرابکاری ها رو بگیرن. مطمئن باشیم اگر نقش وزارت اطلاعات و نقش حفاظت نبود و از طرف مهمتر از این دو موضوع لطف الهی نبود، صنعت هسته‌ای امروز این نبود. توی بحث گزینش ها و تعیین صلاحیت ها، ورود و قراردادهای خارجی، تسهیل در پیدا کردن عقبه این شرکت هایی که با ما تعامل میکنن، خارجی و داخلی، و الاخر اگه اینا نبود که هیچی، ما تا آب و برق و گاز این صنعت هم برای صنایع یا به عبارت سایت های خود هسته‌ای رو ما داریم دنبال میکنیم. تلاش دشمنان ایران برای مقابله با دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای در دو مقوله نرم‌افزاری و سخت‌افزاری قرار می‌گیرد. گاه خرابکاری و ترور صورت می‌گیرد و گاه بدافزارهای تولید و برای صدمه زدن به سایت‌های اتمی تکثیر می‌یابد. همه این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اقدامات سربازان گمنام امام زمان عجل الله مانع از آن شده که بسیاری از توطئه‌های دشمن به سرانجام برسد. False intelligence is at the heart of what I call the manufactured crisis, and the rest of the title is the untold story of the Iran nuclear scare. So the crisis was accompanied by and supported by a nuclear scare that involved persuading people around the world, the governments and the people of the world, that Iran intended to get nuclear weapons, and the proof was these documents, which I show in the book, were falsified, they were fabricated.